شب هشتاد و سوم از افسانه های هزار شب ادامه داستان قانم و فتنه و اما ای سلطانی که هرچه گویم تو برتر از آنی. دیشب داستان به آنجا رسید که سلطان بین النهرین به امیر کل سپاهش گفت فردا صبح زود قبل از انجام مراسم دفن شما به اتفاق وزیر با دو جلاد و آن دو مرد سپاهی و مردک قاطرچی به قصر من بیایید که با همه شما کار دارم و اینک ادامه داستان صبح روز بعد سلطان سرزمین بین النهرین دست به کمر کنار تختش ایستاده و مقابلش امیر کل سپاه وزیر اعظم مردک قاطرچی دو سپاهی و دو جلاد شمشیر به دست ایستاده بودند. غیر از امیر کل سپاه و دو جلاد چهار نفر دیگر مثل بید میلرزیدند. بعد از قدری سکوت سلطان به سخن در آمد و گفت و اما ای وزیر تو در پایان این مجلس باید به دیار حلب بروی. اولا مراتب تسلیت ما را به سلیمان زینی امیران دیار ابلاغ کن. زمنن خودت هم دیگر لازم نیست برگردی. ترتیب فرستادن خانوادت را هم امیر سپاه می دهد. تو در این دوازده سال خیلی خسته شدی. صلاح میدانم که بقیه عمرت را استراحت کنی. و اما شما دو سپاهی احمق که به جای رزم و جنگیدن با دشمن جزء خاجگان حرمسرا در آمد و فساد می کردید. آماده باشید تا همچنان که دیروز گردن کافور و اسود را با یک ضربت زدید اکنون جلاد سر از تنتان جدا کند. هنوز حرف سلطان تمام نشده بود که سر بریده شده دو سپاهی نیز پیش پای سلطان افتاد. آنگاه سلطان رو به مرد قاطرچی کرد و گفت طرف راستت را خوب نگاه کن. سردار سپاه ما با دو کیسه پر از سکه های زر ایستاده است. طرف چپت هم جلاد با تیغ برران اگر راست بگویی به دامنت کیسه های زر می اندازند و اگر دروغ بگویی سرت را پیش پای من. بگو ماجرای آن قول بیشا خودم که با یک دست صندوق را از زمین بلند نمود و با دست دیگرش پسرش را بغل کرد و با آسمان برد چیست؟ و اکنون فتان خاتون کجاست؟ که مرد قاطرچی گفت حضرت سلطان من آن دروغ را گفتم تا ملکه دستش به فتان خاتون نرسد دختر امیر ترکمان اکنون باید نزدیک بیت المقدس باشد سلطان پرسید چرا بیت المقدس؟ که قاطرچی تمام ماجرا را به تفصیل برای سلطان تعریف کرد. سلطان باز هم پرسید چه ایرادی داشت اگر قانم تاجر دختر را نزد خود نگه می داشت. مرد قاطرچی گفت این قانم تاجر برازنده خوشقامت و زیبا چهره یکی از نجیب ترین و شایسته ترین جوانهایی است که من به عمر خود دیدم به من گفت جوانم و سخت دلبسته این دختر اما این دختر متعلق به حضرت سلطان بود و امانت در خانه من می باشد و من نه از ترس ملکه بلکه از ترس نفس خود او را از خود دور کرده و به نزد خواهرم فتنه می فرستم. زمانی که من خطر را به او گوشزد کرده و گفتم خودت هم از بغداد خارج شو و به بیت المقدس و خانه پدریت برگرد گفت تا سلطان بر نگردد و دستور دوباره آمدن فتان خاتون را به بغداد صادر نکند من جانب بیت المقدس نمی روم. سلطان پرسید آخرین قانم تاجر چجور مطمئن بود که من اینگونه از ماجرا با خبر می شوم که قاطرچی ادامه داد او به من گفته بود به هر ترتیب شده من خودم را به حضور شما برسانم و از ماجرا با خبرتان کنم. اما او نمیدانست چرخ روزگار این گونه خواهد چرخید. زمنان او ده بار به من گفت اگر از اول میدانستم که دختر درون صندوق باید به عقد سلطان درآید همان نظر اول را هم به او نمیانداختم تا چونین عاشق و درمانده او شوم سلطان مجددا سوال کرد این قانم تاجر اکنون کجاست مرد قاطرچی پاسخ داد در دو منزلی بغداد در یک آسیاب آبی کنار رودخانه دجله برای به حضور سلطان رسیدن دقیق شماری می کند. باز هم سلطان پرسید مگر او خبر داشت که بر سر ملکه ما چنین خواهد آمد. و قاطرچی گفت نه اما این قانه مرد عجیبی است و نه مرد عجیب که عاشق شوریده ای است به من گفت میمانم و فتان را به سلطان میرسانم و بعدش یا به فرمان ملکه کشته خواهم شد و یا از درد و فراق فتان خواهم مرد البته او فکر نمی‌کرد ملکه اینگونه از دنیا برود همان موقع سلطان قاطرچی را نزدیک خود فرا و آهسته در گوش او چیزی گفت و به امیر کل سپاه هم دستور داد دو کیسه پر از سکه های زر را به مرد قاطرچی بدهند. سپس سلطان در مراسم خاک سپاری ملکه شرکت کرد و شب هنگام در ایوان قصر خود قدم میزد و انتظار آمدن قاطرچی را میکشید. قاطرچی آمد و زمین ادب بوسید و منتظر ایستاد سلطان گفت نیست باید زودتر برویم سلطان در لباس مبدل با مرد قاطرچی شبانه و در تاریکی رفتند و رفتند تا به کنار آسیاب آبی حاشیه رودخانه دجله و دو منزلی شهر بغداد رسیدند هنوز چند متری با آسیاب فاصله داشتند که همراه با صدای امواج رودخانه دجله صدای آوای هزینی را شنیدند که این ابیات را به آواز میخواند خواهم ز غمت با دل دیوانه بمیرم دور از تو در این کلبه ویرانه بمیرم سرمس ز عشق تو سرگشته به گیتی دانم که در این حالت مستانه بمیرم سلطان جوانبخت تو را صاحب و مالک در شعله عشق تو چو پروانه بمیرم چون نیست بند ملک امید رهایی ناچار در این دام قریبانه بمیرم خواهم که نهم دست تو در دست رقیبم آنگاه در این گوشه کاشانه بمیرم چون آواز تمام شد مرد قاطرچی با صدای بلند گفت دمت گرم عاشق با غریب مسافری که از راه دوری رسیده به سراغت آمده ایم آیا حوصله ما را داری؟ که قانم پاسخ داد آری قدم بر چشم من می گذارید. آسیاب که مال من نیست من خود از بد حادثه اینجا به پناه آمدم آنگاه قاترچی و مهمانش وارد آسیاب شدند که قانم را با سر و روی آشفته و چشمان اشکالود دیدند. قانم به دوست قاطرچی خود و میهمان تازه وارد احترام بسیار کرد و قاطرچی سفره غذا را به میان نهاد و گفت قانم دو روز است که تو لقمه ای در دهان نگذاشت و قطری آب در کام خود نریخته ای. نوش جان کن. قانم پاسخ داد. تا از میهمان عزیزمان پذیرایی کن. من به اندازه کافی قصه میخورم، دیگر احتیاجی به غذا ندارم. در این موقع میهمان تازه وارد گفت قانم عزیز قصه دلدادگیت را این مرد شریف برایم تعریف کرده است. تو با این همه ثروت و مال و منال و با چنین عشق آتشینی چرا خود با فتان به بیت المقدس نرفتی که حال از درد دوریش بنالی؟ چرا میخواهی دست دلدار خود را در دست رقیب بگذاری؟ تصور نمی کنی تب عشق کار تو را به هزیان گفتن کشنده؟ که قانم گفت اگر قبل از آن که فتان را برای سلطان انتخاب و اعزام می کردند، او را دیده بودم به خاطر وصلش با صد تا سلطان بین و نهرین هم میجنگیدم. اما من وقتی فتان را دیدم و دل به مهرش بستم که چشم دیگری هم منتظر آمدنش بود و آن چشم اگر چشم سلطان نبود و چشمان یک جاشوی گشتی یا یک رعیت توهی کیسه بود باز هم من این چنین رفتار می کردم. باز مرد غریبه گفت آخر مگر نمیدانی آن سلطان جوانبخت در حرم سرایش زنان فراوان دارد پس تو چرا از سهم خود میگذری که باز هم قانم پاسخ داد فتان سهم من نیست فتان مال من نیست فتان زوجه آینده آن سلطان در سفر است بگذار سلطان بیاید خودم به دربارش می رویم و همه آن ماجراها را به وی می گویم و نشانه خانه پدریم را در بیت المقدس به او خواهم داد. چون قصه به دینجا رسید، خواب آنچنان بر سلطان شهر باز غلبه کرد که اجازه نداد شهرزاد قصه را به پایان برد. بنابراین یک شب دیگر هم صبر خواهیم کرد. پایان شب هشتاد و سوم